بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود محضر یکایک شما بیننده های گرامی، مخصوصا شما شاگردان عزیز و زحمتکش. و پنجمین جلسه از مضمون ریاضی صنف دوازدهم قرار داریم و موضوعی که مورد بحث ما در این جلسه است شکل مبهم لایتنهی بر لایتنهی است. اما پیش از این که وارد بحث جدید بشیم، خوب است که یک مرور کوتاهی در ارتباط به درس گذشته داشته باشیم. شاگردان عزیز، ما در درس گذشته در ارتباط به شکل مبهم صفر بر صفر آماده بحث کردیم و گفتیم که برای شکل مبهم صفر بر صفر یا برای رفع شکل مبهم صفر بر صفر فقط چکار میکردیم؟ می آمادیم عامل ابهام یا عامل یا فاکتور خبیثه پیدا می کردیم با توجه به تجزیه و با توجه به تغییر شکلی که در سوال نیاز بود، و بعدا قیمت گذاری می کردیم، حاصل لیمیت به دست می آمد. و همچنان در ارتباط به خود شکل مبهم لایتنهی بر لایتنهی نیز معلومات مختصر دادیم و حتی یک سوال هم در ارتباط با آن کار کردیم. اما در این جلسه شکل مبهم لایتنهی بر لایتنهی به صورت مشرح‌تر میایم چیکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. برای رفع شکل مبهم لایتنهی بر لایتنهی و یا لیمیت هایی که شکل مبهم لایتنهی بر لایتنهی دارن چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم در ارتباط به شکل مبهم لایتنهی و لایتنهی، طوری که در جلسه گذشته نیز در ارتباط با آن بحث شد، گفتیم که بزرگترین توان ما میایم در نظر میگیریم، صورت و مخرج را تقسیم متحولی میکنیم که دارای بزرگترین توانه، و با توجه به تقسیم کردن و تغییر شکل سوال در اخیر قیمت میگذاریم به جام متحول، حاصل لیمیت به دست میاره. پس بیایم در ارتباط به شکل مبهم لایتنهی و لایتنهی سوالات کار کنیم. شاگردان عزیز، ما در درس گذشته یک سوال در ارتباط به شکل مبهم لایتنهی و لایتنهی کار کردیم. دومین مثالی که در ارتباط کار میکنیم و یا این جلسه را اگر در نظر بگیریم، اولین مثالی که ما میایم در شکل مبهم لایتنهی و لایتنهی در این جلسه کار میکنیم، سوال به این شکل داده شده، گفته که شده که شما لیمیت x به توان 2 منفی 1 بر x منفی 2 وقتی که x تقرب میکنه به لایتنهی به دست بیاریم. وقتی که x تقرب میکنه به لایتنهی به دست بیاریم. در حالت ابتدایی یا در حالت ساده اگر ما بیامادیم بررسی کردیم، لیمیت گفتیم که لیمیت یعنی قیمت گذاری. پس بیم اولین کاری که ما در همین سوال میکنیم، قیمت میگذاریم به جای چی؟ به جای متحول. اگر حاصل شکل مبهمه با خونه گیره که جواب لیمیت قابل قبوله، بیایم قیمت بگذاریم، سعی کنیم حاصل ما چند میشه. به جای x همیشه ما قیمت تقرب رو میگذاریم. چند بگذارم؟ لایتنهی. پس می نویسم لایتنهی به توان 2 منفی 1 بر لایتنهی منفی 2. لایتنهی به توان عدد گفتیم لایتنهی میشه. لایتنهی منفی لایتنهی بازم لایتنهی. لایتنهی منفی عدد لایتنهی، لایتنهی منفی عدد لایتنهی. طوری که دیده میشه سوال به یک شکل مبهمی که ما در این جلسه مهم در ارتباط بحث کنیم تبدیل شد. یعنی دقیقا جواب چی شد؟ لایتنهی بر لایتنهی. و میگیم که این لایتنهی بر لایتنهی جواب لیمیت شمرده نمیشه. خب برای از اینکه جواب لیمیت به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ میایم صورت و مخرج همی تابر به بزرگترین توان متحول تقسیم میکنیم. می نویسم باز لیمیت x به توان 2
منفی یک بر اکس منفی دو. اکس ما به چی تقرب کرده؟ به لایتنهی تقرب کرده. خب بزرگترین توان متحول را اگه ما بیایم در نظر بگیریم، بزرگترین توان متحول اکس به توان دوه. پس میام همر به اکس به توان دو چکار میکنم؟ تقسیم میکنم. همر به اکس به توان دو تقسیم میکنم. همچنان چی؟ مخرج را باید به همی تقسیم کنیم. یعنی ما صورت و مخرج را به بزرگترین توان متحول چکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. خب بیایم سوال چکار کنیم؟ سوال حالت یا تغییر شکل بدیم چکار کنیم؟ بیایم با توجه به تقسیماتی که داریم عملی را انجام ده. x به توان 2 بر x به توان 2 میشه 1. پس میتونم به جای ازی بنویسم چند؟ 1 منفی 1 بر x به توان 2 دیگه فعلا نمیتونیم تغییراتی بزی بیاریم و نیاز هم نیه، خود رو مینویسیم. پس مینویسم 1 بر چی؟ x به توان 2 بر. اگر ما بیایم x توان 1 x توان 2 1 x به 1 x از این خلاص میشه چی میمونه؟ میمونه 1 بر x دیگه میمونه. 1 بر چی؟ 1 بر x و منفی 2 بر x هم اینجا داره. منفی 2 بر x به توان 2 هم داره که به زیر تغییرات نمیاره. حال با توجه به استوار چکار میکنه؟ میاییم فقط قیمت که با ما گفته، یعنی قیمت تقرب چکار میکنیم؟ در اصل سوال میگذاریم یا در اصل متحول میگذاریم، حاصل لیمیت ما به دست میاد. یک خوده این یک منفی یک بر چی؟ یک بر لایتنهی به توان دو بر یک خوده بر به جا اکس چی میگذاریم؟ لایتنهی منفی دوی بر x به توان 2. پس لایتنهی به توان 2 می نویسم لایتنهی به توان 2. حال با توجه به سوال اگر ما بیایم یک در نظر بگیریم، یک خود نوشته میشه منفی لایتنهی به توان عدد لایتنهی عدد بر لایتنهی 0. عدد بر لایتنهی چی میشه؟ 0 میشه. پس این می نویسم 0 بر عدد بر لایتنهی که ما تقسیم کنیم میشه 0 منفی لایتنهی به توان عدد لایتنهی عدد بر لایتنهی بازم چی میشه؟ 0 میشه. در نتیجه چی به دست میه؟ 1 منفی 0 1 0 منفی 0 هم 0 و عدد بر 0 ما خوندیم چی میشد جواب از این؟ لایتنهی. پس ما میگیم که حاصل همه لیمیت چی میشه؟ لایتنهی میشه. پس دیده شد که با توجه به چی؟ با توجه به تقسیمی که ما بیامادیم به بزرگترین توان صورت و مخرج سوال رو تقسیم کردیم، حاصل لیمیت ما به دست آمد. این بود سوالی که در ارتباط به چی کار کردیم؟ در ارتباط به شکل مبهم. خب سوال بعدی بیایم در ارتباط به شکل مبهم لایتنهی و لایتنهی کار کنیم. سوال به این شکل ما داده شده که شما لیمیت x منفی 1 بر x به توان 2 منفی 1 وقتی که x ما تقرب کرده به لایتنهی به دست بیاره. این سوال گذشته میام چیکار میکنیم؟ صورت و مخرج و بزرگترین توان متحول تقسیم میکنیم. پس بیایم صورت و مخرج و بزرگترین توان متحول تقسیم کنیم، نتیجه رو سعی کنیم چی حاصل میشه. من میام به این شکل مینویسم لیمیت خود x منفی 1 بر x به توان 2 منفی 1. حال صورت و مخرج قیمت تقرب را می نویسم، x تقرب کرده به چی؟ به لایتنهی. صورت و مخرج متحول به چی تقسیم میکنم؟ به لایتنهی تقسیم میکنم. به لایتنهی تقسیم میکنم. به بزرگترین توان متحول تقسیم میکنم. به x به توان چند؟ به x به توان 2. میام به x به توان 2 تقسیم میکنم. ایرم x به توان 2 و همچنان x به توان 2 یام x به توان 2.
اگر بیان سوال شکا کنم تغییر شکل بدم به این شکل که ex توان یک ex توان دو، یک x به یک x چگار میشه؟ خاتم خیلی خلاص. پس میمونه یک بر x منفی یک بر x به توان دو، فعلا نیاز نداریم تغییرات بده. اینجا را اگه ما نگاه کنیم x به توان دو با x به توان دو میشه چند؟ یک، که ما تقسیم کنیم منفی یک بر x به توان دو هم خوده. حال بیایم چکار کنیم؟ بیایم قیمت بگذاریم، قیمت گذاری کنیم، یعنی فقط با جا x ها قیمت تقربه که لایتنه ای وضع کنیم، میشه یک بر لایتنه ای منفی یک بر لایتنه ای به توان دو بر یک خود منفی به عوض از یک و x به توان دو هم لایتنه ای به توان چند؟ به توان دو. حال با توجه به اینکه عدد بر لایتنه ای صفر، لایتنه ای به توان عدد لایتنه ای، عدد بر لایتنه ای صفر، پس صورت ما به این شکل میشه صفر منفی صفر بر لایتنه ای به توان عدد لایتنه ای، عدد بر لایتنه ای صفر، یک منفی لایتنه ای، یک منفی عدد بر لایتنه ای صفر، پس یک منفی صفر. مثل صفر منفی صفر صفر، یک منفی صفر هم یک. و خواندیم که عدد تقسیم صفر تقسیم عدد چی میشه؟ میشه صفر. پس حاصل یا جواب این لیمیت که ما به دست آوردیم چند شد؟ شد صفر شد. خب بیایم سومین مثالی که در ارتباط به همین شکل داره به این شکل که لیمیت 3x به توان 4 منفی 6x به توان 2 مثبت 7 بر چی؟ بر 2x به توان 2 منفی 4x مثبت 5. وقتی که x تقرب میکنه به لایتنه ای شما چکا کنیم؟ با دست آورید. خب با توجه به سوالی که به ما داده شده فقط اولین کاری که میکنیم در شروع یک قیمت گذاری میکنیم. اگر سوال شکل مبهمه به خونه اگیره دقیقا جواب لیمیته. به جا x میگذارم لایتنه ای، لایتنه ای به توان عدد لایتنه ای، لایتنه ای ضرب عدد لایتنه ای، لایتنه ای به توان عدد لایتنه ای، باز هم لایتنه ای و لایتنه ای، اینا رو که با هم جمع کنیم میشه چی؟ لایتنه ای. و مخرج رو هم اگر ما بیم نگاه کنیم لایتنه ای به توان عدد لایتنه ای، لایتنه ای ضرب عدد لایتنه ای، و این هم لایتنه ای، لایتنه ای جمع عدد هم میشه لایتنه ای. لایتنه ای بر چی به دست میده؟ لایتنه ای. یعنی دقیقا هم صورت شد لایتنه ای، هم مخرج شد لایتنه ای. گفتیم اگر سوال شکل مبهم لایتنه ای و لایتنه ای به خوب بگیره این جواب لیمیت شمرده نمیشه. پس بیاییم بزرگترین توان رو در نظر بگیریم، بزرگترین توان متحول چنده؟ x به توان 4. بیاییم صورت و مخرج رو به چی تقسیم کنیم؟ به x به توان 4 تقسیم کنیم. به x به توان چند؟ به x به توان 4. 3x به توان 4 خودی میمیم صورت و مخرج امیر به چی تقسیم میکنیم؟ به همین x به توان 4، این x به توان 4 منفی 6x به توان 2 خوده ما گفتیم که بیایم چی تقسیم کنیم؟ به x به توان 4 تقسیم کنیم. و مثبت 7 بر چی؟ بر x به توان 4 خوده. همیته که صورت آمادم تقسیم کردیم مخرجم به می ترتیب چکار کنیم؟ بیایم به بزرگترین توان تقسیم کنیم، یعنی 2x به توان 2 خوده بر بزرگترین توان چنده؟ x به توان 4 منفی 4x خوده با بزرگترین توان چنده؟ x به توان 4 و بالاخره 5 تقسیم چی؟ x به توان 4. خب وقتی ما بیرمادیم تقسیم کردیم ولی میگیم سوالش چیکار میکنیم؟ سوال نظر به چی؟ نظر به شکل میاییم اگر قابل اختصار باشه اختصار میکنیم. x به توان 4 به x به توان 4 خطا میشه یا خلاص میشه. پس از اینجا چی میمونه؟ تنها 3 میمونه منفی x توان 2 x توان 4. پس دو تا یا x به توان 2 با x دو تا x توان 2 تو بازی خلاص میشه چی میمونه؟ میمونه 6 تی بر x به توان 2. یا از قانون توانا که ما کار بگیریم خیلی ساده از قانون توانا یا اختصار کنیم 2x به 2x ازی خلاص میشه 1x به توان 2 دیگه میمونه.
و هفت برعکس به توان چهار خود نیاز داریم دیگه، به جو تغییرات فلان نیازی نیست. هفت برعکس به توان چند بر چهار. بیایید به همین ترتیبی که صورت ساده ساختیم مخرج را هم ساده بسازیم. x به توان دو، x به توان چهار، فقط x به توان دو، دو تا x و دو تا x از این خلاص میشه یا خط میخوره. تنها چی میمونه؟ یک x به توان دو مخرج میمونه. پس می نویسم دوی بر چی؟ دوی بر x به توان چند؟ x به توان دو. دوی بر x به توان دو. اگر ما بیایم این در نظر بگیریم، یک x با یک x از این ختم میشه، پس چی میمونه؟ میمونه x به توان چند؟ 4 یا منفی 4 بر x به توان 3 و بالاخره مثبت 5 بر x به توان 4 هم خوده. به جور دیگه تغییرات فلان نیاز نیه. حال چکار میکنم؟ یه قیمت تقرب، قیمت که ما بیاماده لایتنهیه در اصل سوال چکار میکنیم؟ وضع میکنیم. پس 3 خوده منفی 6 بر به عوض x گفتیم چی وضع کنیم؟ لایتنه ای. پس می نویسم لایتنه ای به توان چند؟ لایتنه ای به توان 2 مثبت 7 بر به عوض x چی میگذارم؟ لایتنه ای. لایتنه ای به توان 4 خط بر 2 بر x به توان چند؟ x به توان 2. پس ما میگذاریم لایتنه به توان 2 چون قیمت تقرب واسه میکنیم، منفی 4 بر x به توان 3 لایتنه به توان 3 و بالاخره مثبت 5 بر چی میشه؟ لایتنه به توان 4. بیایم سوال وقتی ما قیمت گذاشتیم سوال رو چکار کنیم؟ کار کنیم. لایتنه ای به توان عدد لایتنه ای، عدد بر لایتنه ای میشه صفر، عدد بر لایتنه ای میشه صفر. پس در نتیجه 3 منفی صفر منفی صفر، اینجا مثبت. عدد بر لایتنه ای چی میشه؟ صفر. پس میشه صفر، می نویسیم صفر منفی عدد بر لایتنه ای صفر و بالاخره عدد بر لایتنه ای چی میشه؟ صفر میشه. در نتیجه 3 منفی 0 3، 3 جمع 0 هم میشه 3 و اینا هم چی میشه؟ 0. و عدد بر 0 ما گفتیم که حاصل چند میشه؟ حاصل میشه لایتنه. پس با توجه به سوال حاصل لیمیت چه کار شد به دست آمد؟ از این نتیجه میگیریم که بیایم صورت و مخرج رو به بزرگترین توان متحول تقسیم کنیم تا حاصل لیمیت ما چکار شه؟ دریافت شه. پس در کور برای دریافت لیمیت هایی که شکل مبهم لایتنه ای و لایتنه ای داره چکار میکنیم؟ بزرگترین توان متحول در نظر میگیریم و صورت و مخرج به بزرگترین توان متحول تقسیم میکنیم، حاصل لیمیت چکار میشه؟ به دست میاد. این بود موضوعات کلی که در ارتباط به چی بحث شد؟ در ارتباط به خود شکل مبهم لایتنه ای بلایتنه ای بس شد. اما در ارتباط به شکل مبهم لایتنه ای بلایتنه ای یک راه و روش ساده تری هم داریم، یعنی با دیدن به سوال میتونیم سوال را چکار کنیم؟ جواب را به دست بیاریم. خب شما اگر سوال داده شد برای شما که شما لیمیت رو به دست بیاریم و لیمیت هم شکل چی رو به لایتنه ای تقرب کرد، بیاییم بزرگترین توان صورت و بزرگترین توان مخرج در نظر بگیریم. اگر بزرگترین توان صورت با بزرگترین توان مخرج مساوی باشه، حاصل لیمیت بدون از این که ما بیاییم به بزرگترین توان تقسیم کنیم میشن نسبت ذرایع به همه متحول ها، نسبت ذرایع به همه متحول ها. و هرگاه بزرگترین توان صورت با بزرگترین توان مخرج در نظر گرفتید و بزرگترین توان صورت با بزرگترین توان مخرج مساوی شد، میشه چی؟ میشه نسبت ذرایع.
شماره دو چیه؟ شماره دو اینه که بزرگترین توان صورته که با بزرگترین توان مخرج در نظر میگیریم، بزرگترین توان صورت کمتر از بزرگترین توان مخرج بود، حاصل لیمیت میشه صفر. و در نهایت یا شماره سوم در ارتباط به شکل مبهم لایتنه بر لایتنه به این شکل میگیم که اگر بزرگترین توان صورت از بزرگترین توان مخرج بزرگتر باشه، جواب لیمیت میشه چی؟ میشه لایتنه، میشه لایتنه. خب بیایم در ارتباط به همین سوال کار کنیم و هر یک از چکار کنیم با استفاده از سوال توضیح و تشریح بریم. سوال به این شکل آماده که شما حاصل لیمیت های زیر را به دست آورید. اولین مثالی که می نویسیم به این شکل آماده، لیمیت 3x به توان 4 منفی 6x به توان 2 مثبت 7 بر 2x به توان 4 منفی 4x مثبت 5. وقتی که x هم به چی تقرب کرده؟ x هم به لایتنه تقرب کرده. خب شاگردان عزیز به ما چی گفته؟ گفته شما حاصل لیمیت به دست بیاره. وقتی ما نگاه میکنیم یک حالت اینه که بیایم همین سوال به بزرگترین توان صورت و مخرج چکا کنیم؟ تقسیم کنیم. به بزرگترین توان صورت و مخرج چکا کنیم؟ تقسیم کنیم. و راست سارتر از این ما گفتیم، گفتیم که برای دریافت لیمیت سه حالت داریم. حالت اولی شکله که بزرگترین توان صورت با بزرگترین توان مخرج در نظر گرفته میشه. اگر ما صورت نگاه کنیم، بزرگترین توانی که به متحول داره به صورت چنده؟ 4. و بزرگترین توانی که متحول به مخرج داره چنده؟ بازم 4. وقت 4 باشه دقیقا ما همین قسمت رو نیاز داریم که x توان 4 x توان 4. پس ضریب از اینا، ضریب x به توان 4 صورت میشه 3، ضریب x به توان 4 مخرج میشه چند؟ میشه 2. پس سوال نسبت ضرایبه. جواب از این سوال چی میشه؟ نسبت همین ضرایبه که ما نوشته کردیم. پس می نویسم بدون از این که ما به این کار کنیم، حاصل از این میفهمیم میشه 3 بر چند؟ 3 بر 2. 3 بر 2. بیایم همین سوال به صورت مشرع با توجه به سوالاتی که قبلا کار کردم کار کنیم، سعی کنیم واقعا نتیجه همین به دست میاد یا خیر. و حتما این شما چیکار کنیم؟ با بزرگترین توان تقسیم کنیم و ببینیم که عین سوال و عین جواب به دست میاد یا تغییرات در آن میاد. این شده است. اگر سوال به این شکل داده شده باشه، شما لیمیت 3x به توان 3 منفی 6x به توان 2 مثبت 7 بر 2x به توان 4 منفی 4x مثبت 5. وقتی که x به چی تقرب کرده؟ به لایتنه به دست میاریم. بازم گفتیم ما بزرگترین توان صورت و مخرج در نظر میگیریم. بزرگترین توان صورت 3، بزرگترین توان مخرج 4. پس وقتی صورت از مخرج کوچکتر باشه، جواب از این لیمیت چی میشه؟ بدون از این که ما کار کنیم میشه 0. پس می نویسم چی؟ 0. باز شما چکار کنیم؟ بزرگترین توان و صورت به بزرگترین توان مخرج، بزرگترین توان که 4 تقسیم کنیم سوال رو، سعی کنیم نتیجه باز چند به دست بیاید؟ باز 0 به دست بیاید. و سومین مثالی که در ارتباط داریم، لیمیت 3x به توان 5 منفی 6x به توان 2 مثبت 7 بر چی؟ بر 2x به توان 4 منفی 4x مثبت 5. وقتی که x به چی تقرب کرده؟ به لایتنه ای تقرب کرده دریافت کنه. باز هم میگیم اگر بزرگترین توان صورت از بزرگترین توان مخرج بزرگتر باشه، حاصل لیمیت چی میشه؟ حاصل لیمیت میشه لایتنه. حاصل لیمیت چی میشه؟ لایتنه. و اگر سوال در داخل جذر باشه چه کار کنیم؟
اگر سوال در داخل جذر باشه به ما گفته شه که شما لیمیت از این به دست بیاری ما چگونه دریافت کنیم. شما بزرگترین توان در نظر بگیریم که اگر از جذر خارج بسازیم چند میشه و با توجه به زو چکا کنیم سوال کار کنیم. مثلا یک سوال به این شکل به ما داده شده، لیمیت جذر 36 x به توان 4 منفی 6 x به توان 2 و مثبت 7 بر چی؟ بر 5 x به توان 2 منفی 4 x مثبت 5. وقتی که x هم به چی تقرب کرده؟ به لایتنه. گفتم وقتی شما بیاییم داخل جذر باشه میایم بزرگترین توان رو نگاه میکنیم. بزرگترین توان متحول چنده؟ x به توان 4. اگر از جذر خارج بسازیم x به توان 2 میشه، چون توان با درجه جذر اختصار میشه. وقتی x به توان 2 بداریم به صورت x به توان 2 هم به مخرج داریم، پس میگیم که نسبت ضرایب حاصل یا جواب همین لیمیت مونه. پس می نویسیم جذر 36 بر چند مخرج یا ضریب مخرجی که ما به x به توان 2 داریم به مخرج چیه؟ 5. پس جذر مربع 36 میشه چند؟ 6. و از مخرج هم چنده؟ 5. پس هر زمانی که با ما جذر داد گوش شما لیمیت به دست بیاریم، شما ایت در نظر بگیریم بزرگترین توانی که اگر از جذر خارج بشه چند میشه، او رو با مخرج مقایسه کنیم یا در نظر بگیریم. بعد از آن با توجه به سوالاتی که گفتم سوال رو چکار کنیم؟ کار کنیم. خلاصه موضوعاتی که ما در این جلسه مورد بحث قرار دادیم در ارتباط به شکل مبهم لایتنهی و لایتنهی بود و گفتیم برای دریافت لیمیت شکل مبهم لایتنهی و لایتنهی صورت و مخرج و بزرگترین توان و متحول تقسیم کنیم. تا جلسه بعدی و دیدار بعدی شما رو به خداوند نازنین می سپارم و الله یار و مددگار شما باشد.